سلام روزتون بخیر با یه ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهای دراگون فلایتمون در خدمتتونیم و امروز قرار راجع به شما این هنس صحبت بکنیم و همونجوری هم که قول دادیم قرار ویدیوامون کوتاه باشه پس از کلی گویی قرار پرهیز کنیم خب استورم استراگ ویند فیوری و لاوالش رو که میشناسید به صورت کلی میدونیم چی کار میکنن اینا لولای جنریتورمونن و توی خطای بعد دیگه چی داریم یه آپگرید لاوالش رو داریم که کارش چیه کولدان لاوالش رو به ازای هر پوینت 3 ثانیه کم میکنه و لاوا و فلیم شاکمونه تا 4 تا تارگت اطراف تارگت اصلیمون پخش میکنه این تو شادلند بوده سه تا تارگت الان شده چهار تا و این کمک میکنه شما خیلی سریعتر تو ای بتونید فلیم شاکاتون رو پخش کنید فلیم شاکاتون رو حالا اگه پریموردیال ویو بازی کنید یه حیث زیادی بگیرید ازش استفاده کنید و حالا در ادامه توضیح بدیم این پرو میل استورم ویپن که دمیج اسپل هایی که با میل استورم کار میکنن و 20 درصد زیاد میکنه یه نکته که باید بگم همین اول الیمنتال بلاست تبدیل به یه اسپندر شده توی این اکسپنشن و میل استورم ریپن استفاده میکنه و کسش این استنت میشه و بقیه داستان که قبلا فقط با لایتنینگ بولت و چین لایتنینگ استفادهش میکردیم و اینجا الیمنتال بلاست هم میتونیم استفاده کنیم خب اگر بخوایم فعلا یه بیلد رید ثابت بگیریم مدل بیل ریدمون رو بریم ابتدا خب ریجینگ میل سترم که میتونه میل استورم 5 تا استک دیگه بشه یه قابلیت خوبی که تو شدولند بهمون اضافه شد و میل هدر نمیرفت حداقل توی حالت ساده بخوایم بگیریم و اینجا دو تا تلنت که یکیش پریمال پرایمره و دیگریش هم پریمال لاوا اکچوالیتر که دومی یکی از لژندریامونه و یه نکته دیگه که اینجا خوبه بگم ما 5 تا لژندری شامن این رو توی شادو الان توی تلنتامون داریم یکیش اینه یکیش اینجا یکیش اینجا یکیش اینجا و یکیش اینجا و مجموعا 5 تا لژندری داریم که میتونیم همش هم حالا تو حالت های مختلف بگیریم برای سینگل تارگت من ترجیح میدم پریمال پرایمر بگیرم هر چند میتونیم اون مدل دیگه رو هم بگیریم که فلیم رو اسپریت کنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم دیگه بستگی داره باسمون مثلا اد داشته باشه نداشته باشه دیگه دست خودمونه حالا در نظر میگیم یه باسی اداش کم فاصله اداش زیاد میتونیم پرایمر بگیریم اگه مثلا یه باسیو در نظر بگیرید که حالا اداش فریکونت تر و بیشتر میاد میتونید لاوا اکچوال لیتر بگیرید خب دیگه چی داریم توی خط المنتال ویپر که 10 درصد دمیج دار همه اسپلامون قطعا دوستش داریم پایینش آیس استرایکو داریم که یه تالنتمون بوده تو شادولند و یه تغییر بزرگ کرده آیس استرایک توی شادولند کاری که میکرد به جز اون تیکه دمیجی که میداد این بود که کولان فلیم شاک و آیس کولان فلیم شاک و فراست شاکمون رو ریست میکرد الان اومدن یه تغییری بهش دادن دیگه کولان رو ریست نمیکنه در عوض دمیج فراست شاک رو صد درصد زیاد میکنه و زمانی که مثلا با هیل ستورم کنیم چه برای باس چه برای میتیک پلاس میتونه دمیج خیلی زیادی بزنه 15 زب در 5 75 درصد اینجا دمیج دان میگیره فراست 100 درصد اینجا دمیج میگیره 175 درصد فقط در رو همین دو تا دا تلنت داره دمیج دان میگیره فراست میتونیم فراست های خیلی قدرتمندی بزنیم حالا مثلا بیایم اینجا تلنت های دیگه هم بگیریم و حالا مدل های مختلفمون میتونیم خیلی قدرتمندتر بکنیم فراست رو خب چون میخوایم بیلد رید بگیریم معمولا وین فیوری رو میگیریم تو میتیک پلاس میتونیم خیلی راحت اسکیپش کنیم چرا چون معمولا یه دونه میلی هستیم حتی اگه میلی دومی باشه چون دون ویندز نمیگیریم اون ارزشش رو از دست میده خب وین فیوری رو بگیریم و بعد فوکس میلستورم داریم و اوور فلوینگ میل که جفتش خوبه و چون جنریت اون توی این بیلد خیلی زیاده اوورفلوینگ uh, میگیریم دیگه جنریتور اونو میبینید دیگه داریم دائم جنریت میکنیم چون خیلی هم سرعتمون زیاده و این مدل شدولندوی و پایین داریم و میتونیم با گرگامون خیلی جنریت کنیم میایم مثلا اوورفلوینگ میگیریم که 10 تا 10 تا زود زود بزنیم بره فقط تنها مشکلش اینه که کپ این تالنتمون روی 5 و 5 تا با هر بار که اینو استفاده کنیم اگر رو ده در نظر بگیریمش اینجا 5 تا رو از دست میدیم حالا میتونیم این رو مثلا فوکس بگیریم فعلا که مثلا دمیج دانش فقط بیاد بالا دیگه چی داریم بغلش ساندرینگ داریم که میگیریم چیز خوبیه قطعا دوستش داریم و دونوینز که یه لژندریمون بود توضیح دادیم و چون خط بالاش رو نگرفتیم فعلا باهاش کار نداریم این تیکر رو اگه بخوایم برای پیور سینگل مثلا یه باسی گاردین و اینا که پیور سینگل صد در میتونیم میتونیم بیام این ورت تالنتامونو بگیریم خب بخوایم تالنتامونو ادامه بدیم باید بریم خط پایین و این تالنتی که گفتیم استون فیور استون فلری که این هم توی لولامون همی الان داریمش فرقی نکرده و در ادامه تلنت های باسمون مثلا در نظر گرفتیم یه تعداد عدی همیشه داریم میایم لایتنینگ رو میگیریم جاهای خالی روتیشن رو پر میکنه و کمکمون رو هم کمکمون هم میکنه برای اینکه بتونیم مثلا اون ادها رو دمیج بدیم چون لاولش و استورم استرایکمون به همه ای تارگت های توش میخوره خب استون برینگر قطعا میخوایمش و این پرو استون برینگر که الان داریمشون توی تالنت هامون و کنارش دیگه چی داریم رفرشینگ وینگ و انسسترال وولف افینیتی که دوتا لول یوتیلیتیه بیشتر یکیش که کاندویت خود شادولند و یکی هم که جدید اضافه شده تو وال فرم تو میتونید لول رو استفاده کنید به عنوان دمیج چون نمیخوایمش ازش استفاده نمی کنیم خب گفتیم برای پیور سینگل اگه بخوایم تالنت بگیریم میایم اینور پس فعلا با المنتال بلاست کاری نداریم اولش هم گفتیم المنتال بلاست شده اسپندرمون و شاید شکل بازیمون یک کوچولو عوض بشه و دائم لایتنینگ بولت و چین لایتنینگ نزنیم خب الان ما یه تلنت دیگه میخوایم که به پایین برسیم خب هات رو میگیریم هات هم همی الان جزو تلنت ها مونه و بعد به سراغ فرال اسپریت میریم سی دی که الان حداقل تو پایان شدولند روش برنامه ریزی میکنیم و روی محور فرال اسپریت بازی میکنیم ویچ داکتر وولف که یکی از لجندری ها و ای که الان استفاده میکنیم در کنارش المنتال اسپریت که گورگای حالا ساده بگیم رنگی فایر فراست لایتنینگ و یه دونه پوینت به هر کدوم از اینا میدیم چون افکتش رو میخوایم صرفا و قدرتش رو نمیخوایم مثلا میبینید تالنت چه جوری عوض میشه فقط دمیج استورم استراک زیاد میشه اون جنریت میل استورم استکی که میخوایم و نمیکنه پس ما همون یک دونه رو برامون کافیه اون از اون درصد دمیج میگذریم دیگه چی داریم این ور این ور داریم که هر زمان که 5 تا استک میل استون ویپن استفاده کنیم استون استرایک هم میشه دمیج هم زیاد میشه خب ما فقط همین رو میخوایم اگر مثلا بیایم دوباره مثلا یک دونه تالنت پوینت اضافه بهش بدیم میبینید که فقط دمیج استون استرایک بعدیمون زیاد میشه و ما اون افکت رو صرفا میخوایم که بتونیم استون استرایک بیشتری ریسیت کنیم گورگامون هم که بهمون به استک میدن و هر چی بیشتر بتونیم با تلنت های مختلف همون استوم استرایک رو ریست کنیم باعث میشه که بیشتر جنریت کنیم بتونیم سریعتر اون میل که تولید کردیم رو خالی کنیم و در نتیجه دمیج بیشتری بدیم خب در ادامه بیلد رید اون اسندنس رو میخواییم و استاتیک اکیومولیشن هم میگیریم و این ووکیشن رو هم میگیریم که اینا تلنت های مربوط به آپگرید خود اسندنس اسندنس که میدونی چی کار میکنه استورم استرایک تبدیل به ویند استرایک میکنه بایپس آرمور میگیره و یک سی دیه دیگه تو رید به کارمون میاد قطعا و پایینش چی داریم زمانی که اسندنس اکتیو دو تا میل استورم ویپن هر یک ثانیه جنریت میکنه که باز هم میبینید جنریت اضافه داریم و جنریت اون باعث میشه بتونیم بیشتر اسپند کنیم و دمیج به صورت کلی بیشتری بدیم و زمانی که اسندنس اکتیو ویند استرایک اتوماتیکلی 5 تا میل ویپن رو ور میداره و یه دمیجی به تارگت میزنه خب این های خوبیه که اسندنس رو باف کنه خب این میشه حالت کلی ریدمون در صورتی که اون باسه یه عدی داشته باشه خب اگر مثلا در نظر بگیریم باسه هیچ عدی نداره میخوایم پیور پیور سینگل تارگت بریم میایم تا اینجا کم میکنیم اینا رو کم میکنیم این رو هم بر میداریم میایم از این ور Elemental Blast Hot Hands و اینجا باید یه تلنت دیگه بگیریم یه تلنت دیگه رو میتونیم به چی بدیم و چی رو نگرفتیم میتونیم بیم مثلا لایتنین کرش بگیریم که جای خالی دی رو پر کنه چون چیزایی دیگر نمیگیریم و دوباره تلنت همون به همون حالت یکی اینجا یکی اینجا و باز اسندنس در میاد خب این چجوری پروفایل دمیجمون یه برست سنگین داریم میتونیم برست داشته باشیم جاهایی که لازمه و با این بیلد فرال سپریتمون کارایی هیرومون اینجوریه ای که به صورت دائمی هم دمیج داریم یعنی این یه چیزی مثل دروید ونتیر نیستیم که بالانس ونتیر نیستیم که خارج از سیدیش هیچی نزنه ما خارج از سیدیمون هم یه دمیج خوب و مناسبی داریم تو سیدیمون هم که دیگه قدرتمون خیلی زیاده و اسپندرمون هم اولویتش المنتال بلسته و بعدش هم لایتنینگ بولت و چیزای دیگه خب این تالنت ها رو دیدید خب اگه بخوایم میتیک پلاس بگیریم میتیک پلاس هدفمون تغییر میکنه میخوایم دائم جنریت کنیم اون جنریتمون که ثابته و میخوایم خیلی زود خالی کنیم تارگت های بیشتری رو بزنیم همونجوری که گفتیم لاوالاش اینجا 4 تا تارگت رو اسپرد میکنه و اینجا پریموردیال ویو میتونیم یه تارگت دیگه هم بزنیم میشه 6 تا تارگت اوورال و با توجه به اینکه توی شدولند حد اقل اینی که میگه مال شدولنده تارگت کپ فلیم شاکمون روی 6 تا تارگت بود اینجا میتونیم با اسپلینتد elements که یک کل الیجن... که لجندری نکرو لوردمون بود به عبارتی بگیم میتونیم 60 درصد هیست در جا جنریت کنیم با راحتی خیلی خاصی با تلنت هایی که میگیریم و بتونیم خیلی راحت بازیمون رو پیش ببریم خب تلنت رو که دیدید چجوری گرفتیم باز هم فورس فول ویندو آن آنرالی وینز و دوم وینز و اینا که مربوط به سینگل تارگت روی تارگت از هر میذاره رو نمیگیریم میایم المنتال ویپنز هیل یا فراست نووا حالا بستگی داره اگر تعداد تارگت هاتون بیشتر از 5 چون این میبینید رو تارگتش به کپش 5 اگر دائما 5 تا تارگت دارید یه جور مثلا پولتونه که دائما 5 تا تارگت دارید قطعا هیل اگر ندارید فراست نووا و اگر فراست نووا میگیرید دیگه آیس استرایک نمیگیرید خب مثلا ما میگیم هیل میگیریم که مثلا یه بیلد جالب تری هم هست حالا نظر شخصی منه و بعدش میایم اورفلوینگ تلنت های مربوط به ایویمون او ور اینور و اینجا که درست شد خب اینجا هات هندزمون هم میگیریم بقیهش هم که جنریتوره اینجا میاد این بر یه تالنت پوینت اینجا اضافه است اینجا خب این مدلمون چه فرقی کرد اول که اومدیم پریموردیال ویو گرفتیم پریموردیال ویو باعث میشه بتونیم با توجه به اینکه کپ تارگت حداقل شدولن 6 تا تارگت بود بتونیم 6 تا تارگت در جا اسپرد کنیم فلیم شاکمونو 60 درصد هیست بگیریم 10 تا استگ میلستون ویپن بگیریم با پریموردیال ویوی که میزنیم هیست عجیب غریب بتونیم سریع شروع کنیم به و خالی کردن و نکته دیگه ای که داره اینجا آلفا ولفمون یه جوری مثل 20 کلیو هانتر 20 عمل میکنه و هر بار که لایتن کرش لایتنینگ بزنیم تا 8 ثانیه سپرید ولف همون میتونن لیول هاشون رو ای بزنن و باز با چین لایتنینگ کولدانه کرش لایتنینگ کم میکنیم این کمبوی خیلی خوبیه که اینجا گذاشته و یه نکته های بدی هم که حالا شامن داره میتونه اذیت کنه در آینده اینجا که واقعا کاربردی نداره باید جا به جا بشه گدرینگ این شاید بگیم تنها تلنتیه که هیچ کاربردی توی بیلای مختلفمون همونجور که دیدین نداره و باید جا شه فرال لانج هم که حالا دیگه بیشتر یوتیلیتیه تا دمج دیگه برای همین پوینتی بهش نمیدیم اینو میتونیم ایگنور کنیم ولی گادرینگ استورم رو توی بیشتر بیلد هامون چون نمیگیریم شاید بهترین گزینه نباشه و دیدید که پروفایلمون اگه بخوایم عوض کنیم میتونیم بیایم فایر نووا بگیریم حالا یا نگیریم یا بگیریم فرقی نمیکنه دیگه با مدلی که بازی میکنیم میتونید تالنتاتون رو انتخاب کنید برای بیلدای مختلفی که حالا پیش رومونه توی دراغون فلاید این خلاصه ای بود که برای شامن این هنس داشتیم و دیدید که چقدر سر راست خیلی قشنگ دوباره یه خطکش برامون گذاشتن اینجا گفتن خب میخوای سینگل کامل محص بازی کنی این ور بازی کن میخوای ایوی بازی کنی این ور بازی کن و اگر میخوای مثلا یک ترکیبی بازی کنی یک حالت خطی میتونی اینجا بکشید به اینور، اگر میخواین مثلا برس داشته باشید ای سی دی اسندنس بتونید تارگتتون رو برس کنید میخواین کانستنت دمیج باشه که دائما یه دمیجی داشته باشید این وسط و شامن این هنز واقعا کلاس فوق خوبیه کلاس فوق خوبیه دیگه بستگی به اون بالانس اکسپنشن آینده داره که بلیزارد چقدر تلاش میکنه این کلاس رو بالانس کنه و چه خوبیا و چه بدیایی و براش میذاره و حالا دانجنا چه سبکی خواهد داشت افیکس ها و اینا چه تاثیری روی شامن میذاره که میتونه باعث بشه جزو متا بشه یا نشه دیگه اینا در آینده مشخص میشه ممنون که وقت گذاشتید این ویدیو را دیدید فعلا خدا شما